فردا ایالت کوچک نیوهمپشیر برگزار کننده اولین انتخابات مقدماتی است. با توجه به رقابت‌های نزدیک بین داوطلبان نامزدی در دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، به علاوه علاقه تاریخی این شهروندان این ایالت به امور سیاسی، احتمال می‌رود شمار زیادی به پای صندوق‌های آرا بروند. اما برخی هنوز تصمیم نگرفتند. I'm weighing all my options. I want to be educated. سرمایه‌دار میلیاردر دونالد ترامپ که بونزگیری‌های او درباره مهاجران و مسلمانان جنجال برانگیز بوده است، از اینکه وی پیشتاز نظرسنجی‌ها پیش از این انتخابات است، راضی به نظر می‌آید. وی در انتخابات انجمن‌های حزبی در ایالت آیووا دوم شد. سناتور مارکو روبیو لاتین تبار که قرار گرفتنش در مکان سوم در انتخابات ایالت آیووا موجب تقویت روحیه در بین هوادارانش شد، با استفاده از این موج امیدوار است که نتیجه بهتری در نیوهمپشیر به دست آورد. We need to convince more people. ما باید تعداد بیشتری از مردم را قانع کنیم که رویکرد ما برای آنها و کشور ما مناسب است. و اگر ما در این کار موفق باشیم، برنده انتخابات خواهیم شد. God bless the great state of New Hampshire. سناتور تد کروز که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان سیاست‌های دولت آقای اوباما است و در انتخابات آیووا اول شد، امیدوار است که در نیوهمپشیر هم در جایگاه نخست قرار گیرد. در بین دموکرات‌ها خانم کلینتون و سناتور سندرز از گمانه‌زنی درباره نتایج انتخابات روز سه‌شنبه پرهیز کرده و توجه خود را به انتخابات مقدماتی آتی در ایالت‌های کارولینای جنوبی و نوادا متمرکز کردند. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین که در کارزار انتخاباتی همسرش هیلاری فعال است، تجربیات بانوی اول پیشین آمریکا را برای تصدی پست ریاست جمهوری مناسب می‌داند. او از نظر دارا بودن تجربه و موفقیت در زمینه‌هایی که برای یک رئیس جمهوری مورد نیاز است، بهترین نامزد است. اگرچه هواشناسی روز برفی را برای فردا در نیوهمپشیر اعلام کرده است، اما فرماندار این ایالت از احتمال حضور بیش از 500,000 تن در پای صندوق‌های رأی خبر می‌دهد. جمعیت این ایالت کمی بیش از 1,300,000 تن است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.